اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى اطرته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا حجة ابن الحسن المهدي روحي وارواح العالمين له الفداء، ولعن على ظالميهم من الان الى يوم الدين، امين رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله. گفتم که فراق را نبینم، دیدم. گفتم که فراق را نبینم، دیدم. آمد به سرم از آنچه می ترسیدم. هدیه به روح حضرت سید الشهدا صلوات خط بفرمایید. اون چه که امشب به حضورتون میخوام عرض بکنم خارج از اون در حقیقت روند مباحثی است که تو این چند شب خدمتتون داشتم. میخوایم یک مروری بکنیم به لحاظ تاریخی به جریان عزاداری سید الشهدا علیه السلام، با این منظور که روشن‌تر بشه برای ما که این نشستن امروز ما میراث چه تاریخ طولانی و تلاش‌های پیگیری است. از این جنبه مهمه برادرها خواهرها. یه وقت ما فکر می‌کنیم خب پدران ما این کارو میکردن، تش مثلا 500 سال 600 سال پیش، حالا با این تاریخ آشنا خواهیم شد. ما میراثدار یک تاریخ بسیار نورانی هستیم. الان این سیاه پوشیدن، این اشک ریختن، این عزاداری کردن بر سید الشهدا علیه السلام رو نباید سهل و آسان بگیریم. فکر کنیم یه مراسمیه دیگه، هر ساله تکرار میشه. اقامه عزای سید الشهدا به شدت مؤکداً مورد تأکید اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته. شما قرآن کریم رو خوندید، این آیه رو هم هممون باش آشناییم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. هممون با این آیه آشناییم. پیامبری که ما رو از تاریکی ها به روشنایی ایمان آورد، از زلالت چند خدایی، از زلالت بی خدایی، از زلالت فراموشی به هدایت توحید، به هدایت نور و به هدایت تذکار، ما رو به نورانیت رسوند. فرمود اگر اجری برای رسالت من میخواید در نظر بگیرید، اون اجر اینه که نسبت به ذوی القربای من، به خاندان من، مودت داشته باشید بیش از محبت. عمیق‌تر از محبت. بعد هم جالبه، همین قرآن فرمود ما سألتكم من اجرن فهو لكم. اشتباه نکنید، فکر نکنید من پیغمبر اگر میگم
قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. تازه جالبه این رو خدا تو دهان پیغمبر میذاره، یا رسول الله تو اینجوری بگو، من خدا به تو میگم که اینجوری بگو، نه خودت از پیش خودت. قل یا رسول الله، تو بگو، امره، من خدا به تو امر میکنم که به مردم اینجوری بگو. بعد فرمود ما سألتكم من اجر فهو لكم، مبادا هم خیال بکنید اگر میگم به خاندان من مودت و محبت ببرزید، چیزی گیر من یا خانوادم میاد از قبل محبت شما، از قبل محبت شما ما منفعتی نمیبریم، ما حسابمون با یکی دیگه است، شمایید که بهرمند میشید، شمایید که این مودت و محبت و این ارتباط و این اتصال نورانیتون میکنه، تطهیرتون میکنه، رشدتون میده، هم عقولتون رو و آگاهیهاتون رو و دانشتون رو رشد میده، هم معنویتهاتون رو، درونتون رو تزکیه میکنه. این عزاداری بر خاندان سید الشهدا، بر خاندان پیامبر، به ویژه وجود نازنین سید الشهدا، از مصادیق همین مودته. اینم باز عقلاییه. آقا مگه غیر اینه؟ بنده اگر با شما رفیقم، هر چقدر با شما دوستترم، هر چقدر شما رو بیشتر میشناسم، هر چقدر معرفتم به شما بیشتره، محبتم به شما بیشتره، هر قدر محبتم به شما بیشتره، حساسیتم نسبت به شما بیشتره، خدای نکرده قصه بگیری، قصه منو میگیره، غم تو چهرت ببینم غمگین میشم. اینجور هست یا نیست؟ ما همه همون همینجوریم دیگه. نپرسن از ما که آقا عزاداری برا چی؟ نمیشه حسین ابن علی رو دوست داشت و نسبت به اون چه که بر او گذشت بی تفاوت بود. نمیشه اسلام رو دوست داشت و نسبت به اون ظلمی که از قبل شهادت حسین ابن علی علیه السلام به اسلام شد به راحتی گذشت. از همین جهت تأکید فراوانی هست نسبت به مسئله عزاداری. این مقدمه بحث. نخستین مرسی سرایان بر پیام بر سید الشهدا رو من خدمتتون عرض بکنم. اینا رو دارم فهرست میگم، چون اگه قرار بود بیام نمونه های مراسیشو بگم و اینها، این حالا حالا کار داشت. من این فهرست میخوام بگم امشب هر چقدرشو برسن. نخستین مرسی سرایان بر حسین ابن علی علیه السلام، این اسمای مبارکی هستن که خدمتتون میخونم. وجود نازنین امام سجاد علیه السلام، اولین مرسی سرای پدرش امام حسین. اینا نخستین مرسی سرایانن. حواسمون باشه مرسی سرایی داره تو چه خط سیری میاد جلو، کیا دارن پایه‌گذاری میکنن. اگر میگیم آقای مرسی سرا، آقای مداح، آقای سینه‌زن، آقای منبری، آقایون عزادار، قدر خودتون رو بشناسید، این شوخی نیست به خدا. یعنی بدونید شما میراث داره چی هستید. اگر بند مرسی سرایی میکنم، باید بدونم دارم جای کسی پا میگذارم که حضرت زین العابدینه. دیگه زبونم رو باید بپام. من پیش خودم در نیومدم، من دارم به جای حضرت سید و ساجدین امام زین العابدین مرثیه میخونم برای امام حسین. دیگه زبونم رو باید بپام، هر حرفی نباید بزنم، هر چیزی نباید بخونم، باید مواظب باشم. شمای عزادار، حالا خواهم گفت، دومین مرسی سرا، باز اینا همین نخست دون مجموعه نخستین ها، وجود نازنین حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. رفقا مرسی سرایی کرده زینب کبرا سلام الله علیها. فردا روز عاشورا براتون میخونم اینا رو مفصلا، چون من فردا راستشو بخواید سخنرانی نمی کنم. فردا روز حرف زدن نیست، روز گریه کردنه.
فردا انشالله من مقتل باز میکنم، روز عاشورا رو ارو مقتل براتون میخونم. منتها امشب فقط اشاره بکنم، میگم مرسی سرایی کرده، چشش افتاد به بدن پاره پاره سید الشهدا، رو کرد طرف مدینه، صدا زد یا رسول الله صلی علیک ملیک السما هازا حسینو کبل عرا. مرمنا به دما مقطع الاعضا. یا رسول الله سلام فرشتگان آسمان بر تو، این کشته فتاده به هامون. باز از مرسی سرایان امام حسین علیه السلام، خواهرش حضرت ام کلثوم سلام الله علیها است، دخترش حضرت سکینه است، اینایی که عرض میکنم مرثیه مکتوب ازشون مونده، یعنی تاریخ گواهی کرده که اینا مرثیه گفتن. نه حالا بگیم آقا مثلا لابد اینجوری کردن لابد اونجوری کردن، نه، نقل مستقیم تاریخی، اونم تو تواریخ معتبر قبل قرن پنجم داره. فاطمه بنت الحسین مرثیه گفته برای امام حسین علیه السلام. رباب همسر بسیار با وفای وجود نازنین سید الشهدا مرثیه گفته برای سید الشهدا. تو مدینه ام سلمه ام المؤمنینه، همسر پیامبر معظم ماست، مثل مادر برای امام حسین علیه السلام، مادر بهش خطاب میکرد حضرت سید الشهدا ام سلمه رو. ایشون مرثیه سرایی کرده. یعقوبی مورخه می نویسه نخستین زجه زننده در مدینه که زجهش بر حسین بلند شد، ام سلمه همسر رسول خدا بود. حواستون جمع میراث رو داریم از کجا میاریم؟ نخستین لباس مشکی در عزای امام حسین را حضرت ام المؤمنین ام سلمه تن کرد تو روز عاشورا. نخستین لباس مشکی در عزای امام حسین رو جناب ام سلمه تن کرد و بعد زنهای بنی هاشم در مدینه. حالا دونستی این لباس مشکی که تنت مال کجاست؟ این لباس مشکیه که تن شماست یادگار مادرمون حضرت ام سلمه است. اولین کسی که مشکی پوشید در عزای ابی عبدالله. میدونید چقدر قیمتیه این لباس؟ اینی که اونجا نوشتید که به رخصت مادر محرم و دیدم لباس مشکی و دوباره پوشیدم، مال اینه. این لباس مشکی که تو داری میگی به رخصت مادر، چون او پوشید، ام المؤمنینه. خیلی روایت فراوانی داره، میخوام عبور بکنم، خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم. تأکید فراوان کردن ائمه بر زنده داشتن نام و یاد امام حسین علیه السلام. یکی دوتا روایت فقط اشاره بکنم. امام صادق علیه السلام فرمود، اینو یاد بگیرید مردم، قل، فرمود بگید، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، تعید ذالک ثلاثا، سه مرتبه، فإن السلام يصل إليه من قريب أو بعيد. فرمود مردم سه بار بگید صلى الله عليك يا أبا عبد الله، با این تعبیر. فرمود این سلام شما دور باشید یا نزدیک خدمت حضرت سید الشهدا عرضه میشه. جماعت همین الان بگیم سه مرتبه صلى الله عليك يا أبا عبد الله
صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. امام صادق میگه الان سید الشهدا سلام شما رو بهش رسوندن. آقا جان هل جزاء الاحسان الا الاحسان. مگه میشه ما سلام کنیم شما جواب ندی؟ اونم شب عاشورا. تأکید کردن به ما تو روایات مختلف که مردم هر وقت خواستید آب بنوشید یاد سید الشهدا بکنید. اون ماجرا رو عرض کردم خدمتون. حضرت سکینه بنت الحسین سلام الله علیها ایشون شخصیت بسیار برجسته ایه. اینو اگه نمیدونید بدونید. جناب حسن ابن حسن، حسن مثنا آمد خواستگاری حضرت سکینه سید الشهدا ندادن. فرمودن سکینه با خدا احوالی داره که تو تحمل نمی کنی. با اون عظمت حسن مثنا فرمود سکینه با خدا احوالاتی داره که تو تحمل نمی کنی. من دختر دیگرم فاطمه رو به تو میدم که بیش از همه شبیه به مادرم زهراست. این سکینه میگه وقتی رفتم از رگهای بریده پدرم شنیدم این صدا رو که شیعتی مهبا شربت و ما اعذبن فذکرونی. شیعیان اگر آب خنک نوشیدید من حسینو یاد کنید. ببین برادر قرار هیچ وقت ابی عبدالله از ذهنت بیرون نره. روزی چند بار آب میخوری؟ یاد بچه هامون بدیم، خودمون یاد بگیریم، سر سفرمون، تو خیابون، هر کجا، هر نوشیدنی. نوشیدنی خوردی بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. باز بریم جلو. اما تاریخ عزاداری، این باز گزارش دارم عرض میکنم، اولین عزاداری رسمی تو همون سال 61 هجری قمری سال شهادت سید الشهدا تو مدینه اتفاق افتاد. بنی امیه آمدن خبر شهادت سید الشهدا رو به طور رسمی اعلام کردن تو مدینه. جناب ام سلمه سلام الله علیها و زنان بنی هاشم اولین مجلس عزاداری رو تو مدینه بر حضرت سید الشهدا گرفتن در حالی که کاروان هنوز کربلا است. یه نقلی داره که از ام سلمه میگه پیغمبر اکرم یه خاکی رو به من داد، گفت من خیلی امام حسین رو دوست داشتم، کوچیک بود، به من فرمود ام سلمه خیلی دوست داری حسین رو. گفتم آقا جون چه حرفیه، میوه دل منه. یه خاکی رو به من داد، گفت ام سلمه این خاک رو توی شیشه نگه دار، هر وقت دیدی این خاک خونین شد بدون حسین منو کشتن. گزارش کردن میگن ام سلمه صبحاش میگه ام سلمه میگه از وقتی که حسین ابن علی رفت از مکه بیرون، از مدینه رفت بیرون به سمت مکه، من هر روز میامدم این شیشه رو نگاه میکردم تا روز عاشورا. میگه من روز عاشورا اومدم شیشه رو نگاه کردم دیدم غرق خونه. نوشتن یه وقت فریاد ام سلمه برخواست. جناب ام سلمه مجلس عزاداری گرفت، ابن عباس مجلس عزاداری گرفت، محمد ابن حنفیه مجلس عزاداری گرفت، دختران عقیل ابن علی ابن ابی طالب مجلس عزاداری گرفتن. اینا اولین مجالس عزاداری تاریخ برای حسین ابن علی علیه السلام. این بود تا کاروان برگشت مدینه. به محض اینکه کاروان برگشت مدینه سری دوم عزاداری ها شروع شد. بشیر میگه که
امام زین العابدین هنوز مونده بودیم به مدینه، فرمود اینجا اتراق کنید. بعد به من گفت بشیر، خدا رحمت کنه پدرتو، شاعر بود، تو هم شعر بلدی؟ گفتم بله آقا جان. گفت برو خبر ورود ما رو تو مدینه بده. بشیر میگه من رفتم تو مدینه با صدای بلند اعلام کردم که یا اهل یثرب لا مقام لکم. گفتم آی مردم مدینه، بی حسین مدینه دیگه جای زندگی کردن نیست. خبر شهادت امام حسین تو مدینه پیچید، مردم به سرزنان سراغ بشیر که بشیر حسین. گفت کاروان ابی عبدالله یک منزلی مدینه است داره ملحق میشه. جماعت اومدن بیرون مدینه استقبال کاروان کربلا. این یه عزاداری. حضرت ام البنین اومد تو بقیع 4 قبر ساخت، قبر نمادین. نوشتن می آمد می نشست کنار این قبور نمادین و مرثیه می خواند. انقدر جان سوز مرثیه می خوانده، نوشتن ولید ابن عقبه و مروان ابن حکم که خدا هر دو رو لعنت کنه، این خبائث وقتی می آمدن از کنار ام البنین ردشن، از شدت زجه ام البنین و سوزناکی مرثیه ام البنین به گریه می افتادن. نوشتند سوگواری بر سید الشهدا تا سال 67 هجری قمری، یعنی مرگ ابن زیاد، همه سال روز عاشورا در مدینه انجام می شد، مجلس برپا می کردن. حتی نقل کردند که نهضت توابین آثار این مجالس عزاداریه. خوب دقت کن برادر من، اگر نهضت توابین هم برخاست، از مجلس امام حسین برخاست. اما آرام آرام این جریان پیش رفت. تو مرحله اول زمین سازی ماندگاری اعضای ابی عبدالله در روزگار امام زین العابدین بود. لابد همه تون شنیدید یکی از بکائین عالم امام زین العابدین، گفتن که از کسانی است که بیش از همه تو دنیا گریه کرده. این وجود مبارک آب میدید اشک میریخت، بچه شیرخواره میدید اشک میریخت، میدید دارن گوسفند قربانی میکنن اشک میریخت. که چی؟ که گریه کنه؟ نه، مردم رو تحریک میکرد. میدیدن آقا داره گریه میکنه، آقا جان چرا گریه میکنید؟ میفرمودین آب رو ببینید چجور موج میزنه، من دیدم تو کربلا که فرات چجور بود. آقا بچه دیدید چرا گریه میکنی؟ فرمود من دیدم شیرخوار حسین رو که رو دست گوسفند سر میبریدن، آقا چرا گریه میکنی؟ چی بگم؟ تا آخر عمر حضرت امام زین العابدین ماجرا همین بود. در دوره صادقین علیه السلام، یعنی امام باقر و حضرت امام صادق علیه السلام، ارکان عزاداری اون موقع ساخته شد و ریخته شد. امام باقر، من نمونه میگم، امام باقر تو مجلسشون، تو منزلشون مجالس سوگواری تشکیل میدادن و مشاهدات حضرت امام زین العابدین پدرشون رو برای مردم نقل میکردن. مرثیه سرایان رو دعوت میکردن، تشویق میکردن. و عجیبه بدونید رفقا، تو دوره امام باقر، دوره خفقانه، شیعه با احتیاط میامدن یه جوری مخفیانه کسی نبینه، با هزار بدبختی خودشون میرسوندن تو خونه امام باقر، دو قطره اشک واسه امام حسین بریزن برگردن. شما چه خیال راحت اومدید نشستید؟ ما میراث گرانقدری تو دستمونه ها، والله این مجالس عزاداری آسون به دست نیمده، آسون از دست بدیم. ما من تازه دارم گزارش میکنم.
برای نخستین بار مسئله تعطیل شدن روز عاشورا در زمان امام باقر اتفاق افتاد که فرمودن شیعیان اون روز رو به کار تجارت نپردازن. روایت داریم حرام نیست کسی روز عاشورا بره کاسبی بکنه، تجارت بکنه، ولی امام فرمودن این هیچ برکت نخواهد داشت. روز عاشورا روز اندوه بر سید الشهدا است. بازتاب‌های اجتماعی اینا فوق‌العاده بوده، نمیخوام ورود کنم. 5 سال بعد از امام باقر تو دوره امام صادق علیه السلام تأکید بر عزاداری روز عاشورا شروع شد. زیارت مزار شهدای کربلا و پوشیدن لباس عزا، اینا از ویژگی‌هایی است که تو رفتار امام صادق علیه السلام دیده شده. باز من دارم گزارشی عرض می‌کنم، فرصتم خیلی کمه، تقریبا رو به اتمام، کلی هم حرف مونده از این تاریخ که خدمتتون بگم. فقط عنایت بکنید که چه جور داریم پیش میریم. حضرت لباس عزا می‌پوشیدند، روز عاشورا رو از سرور و سرخوشی و خوردن غذاهای لذیذ پرهیز می‌کردند. اینا آداب عاشورا و آداب عزاداری حضرت امام صادقه. و حالا عرض میکنم توی آداب روز عاشورا هست، میدونید روز عاشورا روزه گرفتنش رو به ما شیعه ها گفتن نگیرید، علی رغم اینکه میان دیگران میگرفتن، مخصوصا بنی امیه به مناسبت شهادت امام حسین اون روز روز عید اعلام کرد و این روزه ای که مستحب بود، سالها مستحب بود، اینو آوردن مصادره کردن به عنوان روز عید شهادت ابی عبدالله. بعد ائمه ما گفتن آقا شما روزه نگیرید، امساک کنید، بدون نیت روزه از صبح نخورید و نیاشامید تا بعد از ظهر، قبل از غروب اصلا، ولی بذارید فردا یه خورده این تشنگی اذیتتون کنه، یه خورده گرسنگی اذیتتون کنه. ما با یه سری رفقا قرار داریم، شما اگر دوست داشتید بسم الله، قرار داریم فردا رو امساک کنیم، از اذان صبح امساک کنیم، ببینیم اصلا تشنه میشیم ما. بعد اگه تشنه بشیم، البته تشنگی ما کجا، تشنگی ابی عبدالله که نوشتن انقدر این تشنگی زیاد شده بود، آب بدن از دست رفته بود، جلوی چشمان سید الشهدا غبارآلود بود. حالا ماجرای عزاداری ها در دوره امام کاظم و امام رضا علیه السلام توسعه پیدا کرد. میدونید این عزاداری دهه اول محرم رو ما از امام کاظم به یادگار داریم. امام رضا علیه السلام نقل میکنه، میفرماد پدرم امام کاظم از اول محرم الحرام حالاتش تغییر میکرد، هر روز که به روز عاشورا میرسید ایشون اندوهناکتر میشد، غصه‌دارتر میشد. به روز عاشورا که میرسید دیگه کسی لبخند روی صورت حضرت امام کاظم علیه السلام نمیدید. روز عاشورا امام رضا میگه پدرم روز عاشورا روز حزنش بود، به هر کس میرسید میگفت میدونید توی چنین روزی جدم حسین ابن علی رو تشنه سر برید. این عزاداری دهه اول برگرفته از این سیره امام کاظمه. تو دوره امام رضا علیه السلام همین روند ادامه پیدا کرد، حضرت اون سنت پدر بزرگوارشون رو ادامه دادن. دوره سوم، مرحله سوم عزاداری تا قبل از اواسط قرن چهارم بود، تو دوره امام جواد علیه السلام. عجیبه، از دوره امام جواد، امام هادی و امام عسکری خیلی گزارش خاصی درباره عزاداری نداریم. دلیلش هم اینه این دوره به شدت دوره خفقانه و ائمه علیهم السلام تو حصار و تحت مراقبت و در حصرن، ارتباطشون با شیعه قطع بوده، خیلی کمرنگ، خیلی کمرنگ، از این جهته که چیزی در دست نداریم، ولی میشه با استناد به سنت ائمه قبل این رو فهمید که همین روند در عرصه زندگی این ائمه بزرگوار جریان داشته. باز من بخوام گزارشی خدمتتون عرض بکنم، از قرن 4 و 5 در حقیقت دیگه عزاداری ها رسمی شد، وقتی آل بویه در ایران روی کار اومدن، فاطمیون در مصر روی کار اومدن،
و این تقریبا سال 352 به دستور موعظ الدوله دستور عزاداری در گذرگاه ها و معابر صادر شد و این مجاز شد، مردم آمدن تو خیابون ها. تو مصر هم فاطمیون مصر همین کار رو کردن. الان شما تو مصر مساجدی رو دارید به نام ائمه، مسجد رسول حسین رو دارید، این آثار فاطمیون مصر. تا قرون بعدی، تو قرون بعدی مولوی تو قرن هفتم گزارش میکنه که در حلب عزاداری امام حسین دیده شده. تا میاد بعد از قرن نهم به صفویه و بعد از صفویه اون میرسه به ما. برادر ما میراثدار یک چنین تاریخی هستیم تو عزاداری ابی عبدالله، تاریخی که پایه‌گذارش معصومینن، مرثیه‌ای که پایه‌گذارش معصومینن، اشکی که پایه‌گذارش معصومینن، پیراهن سیاهی که پایه‌گذارش مادر ما حضرت ام سلمه سلام الله علیها است. حواسمون هست چه میراث گران قدری تو دستمونه؟ اینا همه نشون میده که این عزاداری سیدالشهدا با یک هدف معین و یک قصد معین و یک مقصود معین از طرف ائمه علیهم السلام پای ریزی شد، استمرار پیدا کرد. امروز ما مفتخریم به لطف خدا که میراثدار این شجره طیبه هستیم. اگر عرض میکنیم جوانان عزیز، مردم عزیز، برادرانم، خواهرانم، قدر بدونیم این مراسم رو، این آیین رو، این مناسک رو، این پیراهن‌های مشکی رو، این اشک‌ها رو، این عزاداری‌ها رو، اینا به راحتی دست ما نیامد. تو دوره بنی عباس شیعیان دست و پا می‌دادند که عزای حسینی رو اقامه کنند. گفتن کسی کربلا می‌خواد بره دست قطع می‌کنیم. می‌رفتن دست می‌دادند که کربلا برن. عزاداری بکنید تازیانه است، عزاداری میکردند و تازیانه میخوردند. امروز بنده و شما رو میراث اون خونها نشستیم، رو میراث اون زجرها نشستیم، رو میراث اون بنیان مقدسی که ائمه هدا علیهم السلام گذاشتن نشستیم. این رو باید حفظ کرد، اینو نباید آلوده کرد، نباید سطحش رو آورد پایین، نباید تحقیرش کرد، نباید تنزلش داد. این میراث هویت شیعه است، اینو قدر بدونیم. عرضم تا اینجا تمام دیگه. شب عاشوراست، یه خورده من ببخشید اگه میخوام یه خورده مقتل بخونم براتون امشب، یه کوچیک دو تا قسمت از مقتل امشب رو میخونم. خیلی امشب حرف داره، خیلی حرف داره، نمیرسیم. ابو مخنف نقل میکنه میگه عصر امروز، عصر تاسوعا، عمر ابن سعد ندا داد ای لشگر خدا. حرفا رو گوش کنید، حرفا رو گوش کنید. ای لشکر خدا سوار شوید و بشارتتان باد. دستور داد با این دستور که آماده بشن برای حمله به ابی عبدالله علیه السلام. آنگاه خود با مردم سوار شد و پس از نماز عصر به سوی آنان یعنی سپاه حسین حرکت کرد. حسین علیه السلام جلوی خیمه نشسته بود و به کمک شمشیرش زانوانش را بغل گرفته بود و خوابش برده بود. سرش بر روی زانوش افتاده بود که خواهرش زینب صدای لشکر ابن سعد را شنید. به برادرش نزدیک شد، گفت برادر من آیا صداها را نمی شنوی که نزدیک شدند؟ حسین سرش را بلند کرد، فرمود زینب پیامبر خدا را به خواب دیدم. به من فرمود حسین تو به سوی ما میایی. خواهرش به صورت خود زد
و گفت وای بر من. حسین فرمود خواهرم بر تو چنین مباد، آرام باش، خدا به تو رحم کند. زینب عباس ابن علی گفت ای برادر آنهان به سوی تو حرکت کردند. حسین برخاست، سپس فرمود ای عباس، ای برادرم، جانم فدایت، سوار شو و با آنان ملاقات کن، بپرس که در چه حالند، چه شده، برای چه آمدند. عباس با 20 سوار به پیشواز آنان رفت. زهیر ابن غین و حبیب ابن مظاهر نیز میان آن 20 تن بودند. عباس با آنان گفت چه شده، چه میخواهید؟ گفتند فرمان امیر آمده که به شما پیشنهاد دهیم، یا به حکمش گردن نهید یا با شما بجنگیم. عباس گفت عجله نکنید تا به سوی ابا عبدالله بازگردم، آن چرا گفتید به او برسانم. آنان ایستادند، سپس گفتند او را ببین و از این موضوع آگاهش کن، سپس نزد ما بیا و آن چرا میگوید به ما بگو. عباس با شتاب به سوی حسین بازگشت تا با خبرش سازد، اما یارانش ایستادند و با سپاهیان دشمن سخن گفتند. سخنان بلندی دارند، من میخوام زمان رو حفظ بکنم ازش عبور میکنم. عباس ابن علی به شتاب آمد تا به آنها رسید، گفت ای مردم، ابا عبدالله از شما میخواهد که امشب بازگردید تا در این باره بیندیشد. هنگامی که عباس ابن علی نزد حسین آمد و پیشنهاد عمر سعد را باز گفت، امام به او فرمود به سوی آنان بازگرد، اگر توانستی رویارویی با آنها را تا صبح به تأخیر بینداز و امشب بازشان گردان، شاید که امشب برای پروردگار ما نماز بخوانیم و او را بخوانیم، از وی آمرزش خواهیم، که او خود می داند که من نماز گذاردن برای او، تلاوت کتابش، دعا و آمرزش خواهی فراوان را دوست دارم. آی جوونا حواستون هست، اربابتون ابی عبدالله امشب میگه چی دوست داره؟ شب عاشورایی؟ حواسمون هست آقامون چی دوست داره؟ یه شب میخواد از اینا وقت بگیره، نه برای اینکه یه شب بیشتر زنده بمونه، برای اینکه یه شب بیشتر با خدا باشه، یه شب بیشتر نماز بخونه، یه شب بیشتر قرآن بخونه. اینو تا اینجا داشته باشید. گفت ولوله افتاد تو لشکر عمر سعد که وقت این کارو بکنیم نکنیم. گفتن به خدا که اگر کفار از ما درخواست میکردن یه شب مهلت بدیم میدادیم، این که پسر پیغمبره. ماجرایی داره اون شب، میگذرم ازش، میخوام این تیکه رو بگم، یه چند خط بخونم. و یا علی، روایت از امام زین العابدین فرمود در شبی که بامدادش پدرم به شهادت رسید، یعنی مثل امشب، نشسته بودم و عمه ام زینب از من پرستاری میکرد که پدرم از یارانش کناره گرفت و به خیمه خود رفت و هوا غلام ابوذر غفاری نزدش بود و به اصلاح و پرداخت شمشیر ایشان مشغول بود. پدرم میخواند یا ده افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والعصیلی من صاحب او طالب قتیلی و الدهر لا یغنع بالبدیلی و انما الامر الى الجلیلی و کل حی سالک سبیلی. من ترجمهشم براتون بخونم. پدرم میگفت ای روزگار، اف بر دوستیت، چقدر بامدادها و شامگاه‌هایی داشتی که در آنها همراه یا جویندهی کشته شده، که روزگار از آوردن همانندش ناتوان است و کار با خدای بزرگ است و هر زندهی این راه را می پیماید. امام زین العابدین می فرماد که دو یا سه بار بابام این شعر رو خوند، میگه من فهمیدم منظورش چیه، گریه راه گلویم را بست.
بمیرم آقا. میگه گریه راه گلویم را بست ولی بغضم را فرو دادم و هیچ نگفتم، دانستم که بلا فرود می آید. اما عمه ام نیز آنچه را من شنیدم شنید و چون مانند دیگر زنان دلنازک و بیتاب بود نتوانست خود را نگه دارد. نمیدونم، بیرون پرید و در حالی که لباسش را روی زمین میکشید و درمانده شده بود خود را به امام رساند، گفت وا مصیبتا حسین، کاش مرده بودم. امروز گویی مادرم فاطمه و پدرم علی و برادرم حسن درگذشتن، یعنی حسین دارم همه کسمو از دست میدم. حسین به اون نگریست، فرمود خواهرم شیطان بردباریت را نبرد، زینب صبور باش، آروم باش. زینب گفت یا ابا عبدالله، پدر و مادرم فدایت، خود را آماده کشته شدن کرده ای، فدایت تو بشم. حسین اندوهش را فرو برد و اشک در چشمانش جمع کرد. فرمود اگر مرغ سنگخاره را شبی آزاد بگذارند میخوابد، کنایه از این که زینب جان اینها منو رها نمیکنن تا بکشن. زینب گفت وای بر من، آیا چنین سخت در زیر فشاری؟ همین دلم را بیشتر ریش میکند و بر من سخت میآید. آنگاه به صورت خود زد و گریبان چاک کرد و بیهوش شد. فدای دلتم به جانم. آخ آخ آخ، وای زینب، وای زینب، وای زینب، هی به قد و قامت حسینت نگاه کنم شب. همه جا تا میتونی امشب چشم تو از حسین پر کن. ببخشین تو رو خدا، امشب وقت میگیرم ازتون، معذرت میخوام، ولی دیگه این امشب و فرداست دیگه، معلوم نیست سال دیگه کدوممون زنده ایم کدوممون زنده نیستیم. آخ، در میان خیام سار الله، رنگ هر سجده رنگ میقاتد، آنچه آید ز خیمه ها برگوش، ناله یارب و مناجات. امشب همه زمزمه کنین، همه روزه خون بشین، دیگه خجالت نداره وقتی امام زین العابدین مرسی خونه، وزی زینب کبرا مرسی خونه، وقتی ام کلثوم مرسی خانه، سکینه مرسی خانه، فاطمه مرسی خانه. دختری در کنار خواهرها، من امشب رو میخونم، تو برو فردا شب رو فکر کن. دختری در کنار خواهرها، معجر از عطر یاس میبندد. با منی؟ کودکی روی دامن مادر،
صفای تمام میخندم. آی رو با آخرین شب علی رو بغل میکنی، مرد ها تا به زیر یک خیمه پای حرف حسین بنشستن، همه پیمان محکم خود را با امامی قریب می‌بستن. همه گفتن جان نثار توی، نه که یک دفعه بل هزاران بار، تو بگوی بمیر میمیری زنده ایم ما همه برای تو یار. زیر سقف عزای یک خیمه خواهری دست بر دادا، روبروی دل خودش امشب از لبش التماس میبارد. آی هستی من حسین بیا، آی هستی من حسین بیا، یادگار قریب مادر من. حسین جان زیر این آفتاب تنهایی سایت را نگیر از سر من. حسین جان حرف رفتن نزن که میمیرم، ای همه دل خوشی من امشب، کن دعا آفتاب فردا را نکند درک دیده زینب. من که 50 سال دل واپس بودم از رسیدن فردا، کن دعا کن که جان این خواهر نرسم من به دیدن فردا. جد و مادر، پدر، برادر من همه رفتن، با تو خوش بودن، میکنی صحبت فراق حسین، خواهر خیج را چنین تو مکش. صدا زد حسین جان مطمئن اینایی که با تو هستن پای تو میمونن، نکنه فردا دوباره تنها بمونی. این همه آدم رفتن، میگن حبیب نزدیک خیمه ابی عبدالله بود، حرف زینب رو شنید، بلند شد رفت سمت خیمه اصحاب، صدا زد نشستید اینجا، دختر فاطمه قلبش نگرانه، جمع شدن اومدن کنار خیمه زینب کبرا، هر کی یه نکته ای داره عرضم تموم، التماس دعا. آی بمیرم رفقا، فردا این موقع زینب هر چی نکنه